سلام، به کانال پرفکت نرس خوش آمدید. امروز در مورد یکی از مشکلاتی که اکثرا با اون مواجه هستم میخوایم صحبت بکنیم. اکثرا پرسان میکنن که این دوا به خاطر چی هست، این دوا به خاطر چیه و این دوا با هم به خاطر چی هستش. امروز میخوایم براتون صحبت بکنیم که از کجا بفهمیم که این دواها برای چی هستش. اول از همه باید براتون بگم که شما برای خاطر اینکه با دواها رو بشناسین، این هست که حتما باید حساب فارماکولوژی رو گذرانده باشین، چه بخش نرسینگ هستین یا بخش طبابت هستین یا هر بخش دیگه، شما باید بخش فارماکولوژی رو گذرانده باشین. اکثرا تمام توی تمام دنیا دواها همون چیزایی هست که توی فارماکولوژی خوندن. خیلی کم دوا به سال اضافه میشه و او هم توی بیماری های خاص هستش. پس برای اینکه شما دواها رو بشناسید، اولین چیزی هست که شما واقعا باید فارماکولوژیتون رو بلد باشید. پس اگه توی از اون مشکل دارین، اولین چیزی هست که شما برید فارماکولوژی رو مرور کنید، انقدر مرور کنید که دواها رو بشناسید. دوم از همه میمونه سر خود دوا، که از کجا بفهمید که این دوا به خاطر چی. هر دوا یک شکلی داره، یک ظاهری داره، یک نامی داره. من از کجا بفهمم این دوا رو حفظ کنم؟ خب برای این کار ما براتون یک چیزی دارم براتون میگم. دواها اکثرا دو تا نام، خب دو تا نه چند تا نام دارن که ازش استفاده میشه، ولی چیزی که شما باید در نظر بگیرین و بیشتر به کارتون میاد دو تا نام هست. یکی نام جنریک هست یا نام علمی دوا. مثلا نام علمی دوا چی؟ مثلا سترزین. توی تمام دنیا سترزین به معنی سترزین هست و هیچ فرقی نمیکنه. یا سفتریاکسان، تمام دنیا به نام سفتریاکسان میشناسن، پنیسیلین، آدرنالین، این چیزایی که شما به همون جزوه فارماکولوژیتون هم به همین نام برایتون درس دادن و شما اون رو بلد هستین. پس شما نام ژنریک بلدین و کاتگوری ها هم بلدین. مثلا آدرنالین برای چی خوبه، سترزین برای چی خوبه، مثلا داروهای فشار خون چی هستن، اینا رو شما بلدین. پس این از چی ژنریک. حالا پس مشکل در کجاست که یک دوای جدید میای من نفهمم این مال چیه. مشکل بعدی سر نام بعدی از او هست که اکثرا متاسفانه توی افغانستان از او استفاده میکنه و اون نام تجارتی دوا هستش. تجارتی به این حالت هست که هر کمپانی اومده برای که دوای مخصوص خودش بسازه، خود یک نام مخصوص هم برش داره. مثلا برای مثال، مثلا آمپول ورن، ورن یک نام تجارتیه، ولی وقتی نام ژنریک هم رو نگاه کنه او به نام چی هست؟ به نام دیکلوفناک است. خب شما اینجا دیکلوفناک میشناسین، میگن خب دیکلوفناک، ولی نام ورن نمیشناسن. پس ایران میمون وای ورن پس چی بود، مثلا چی پره هم. ولی یک مشکل هم هست که اکثر دکترای ما دواها را سر همون گپ تجارتی و قراردادایی که دارن به نام تجارتی داخل نسخه ها نوشته میکنه و همین هست کم گیج کننده. پس شما اگه بخواین در اون حالت هم بخواین رفع ابهام شود، باید نامای تجارتی رو یاد بگیره. ولی حالا یکی هستیم که مثلا زیادتر با نام تجارتی سرکار ندارین و میخواین ببینید که همین دوا به خاطر چی، بیاین من براتون یاد میدم چجوری از روی دوا بفهمید که این دوا به خاطر چی هستش. بیاین ببینید من اینجا چند دسته دوا دارم که میخواین ببینیم که این دواها چی هستش. دوا خود گفتم دو تا نامی که خیلی استفاده میشه، یک نام تجارتیه، یکی هم نام چی؟ ژنریک هستش. این نامایی که کلان میبینید و اکثرا از خاطر کمپانیا هست، مثلا سلکس هست، به اینجی بایدال هست، افوم هست و تیفناک، شما اینا نامای تجاری هستن که به صورت بولد و کلان نوشته شده. حالا شما میخواییم ببینید که کسی آمده میخواد بگه که مثلا این دوا به خاطر چی استفاده میشه. خیلی راحت تمام شرکت ها باید کنار یک نام تجارتی خود نوشته میکنن نام ژنریک دوا رو هم نوشته کنن. پس ببین قسمت زیر هر قسمت دوا نگاه کنید، ببین بایدال همون سیترزین هستش. پس خیلی راحت الان دیگه سیترزین میفهمه یک آنتی استامینه و به خاطر حساسیت و التهاب داده میشه. ببینید یکی بیا سلکس هست به نام سلکوکسیب، این هم یک نام چی هست؟ نام ژنریک هست، به خاطر دردهای استخوانی اونجور چیز استفاده میشه. ببینید افوم، این همون چی هست؟ نام زیرش ببینید اومپرازول. از اومپرازول به مقدار زیادی نام تجارتی وجود داره. پس شما برخطانش کافیه که نام ژنریک او دوا رو پیدا کنید و بفهمید که او دوا به خاطر چی هستش. و یا که ای رو ببینید دیفناک هست، ببینید نوشته که دیکلوفناک جمع پاراستامول. بس این دوتا دوا رو با هم ترکیب شده این دوا. حتی اگر پوش دوا نبود، تو قسمت خود دوا هم اگه دقت بکنی علاوه بر نام تجارتی قسمت زیر او نام علمی نوشته شده. مثلا افوم نام تجارتیش چیه؟ اومپرازول.
سعی مثلا شکل بیرونش هم نگاه کنید، همه چیز، یعنی شرکت ها موظف هستن که علاوه بر این که نام تجارتی رو نوشته میکنن، نام جنریک هم هم باید روی پوش و هم روی خود اصل دوا نوشته بشه. خب الان خیلی راحت دیگه فهمیدین که شما از کجا بفهمید که این دوا به خاطر چی است. پس برای این که بفهمید هر دوایی به خاطر چی استفاده میشه، اول از همه برین جزوه فارماکولوژیتون رو بخونید، کتاب فارماکولوژی رو بخونید و دوایی که میگن یک علم خوب از دواها داشته باشیم. و نکته ای که این هستش که توی هر دوایی که براتون دادن نام جنریک دوا رو چیکار کنید پیدا بکنید که در زیر یا بالای همین نام تجارتی نوشته و دیگه هیچ مشکلی نداره که این دوا به خاطر چی است. امیدوارم که برنامه براتون مفید واقع شده باشه. لطفاً با لایک و کامنت از کانال حمایت کنید.